اشتباهات یک زن. نویسنده ام سوسا. مترجم نجمه سالاری. گوینده بهجت توجه. عشق هیچ وقت نباید زهرآلود باشد. این عشق نیست. مقدمه. تمام مطالبی که در این کتاب نوشته شده اند بر اساس تجربه های گذشته خودم بوده است و شرایطی که در زندگیم با آنها روبرو شدم. این کتاب به هیچ وجه نمی خواهد به زنها و مردان توهین کند و یا ارزش آنها را زیر سوال ببرد. برعکس، این کتاب نگرشم را به عنوان یک زن نشان می دهد و اشتباهاتی که ما زنها اغلب مرتکب می شویم و خطاهایی که می توان از آنها پیشگیری کرد. هدف من شما هستید تا یکی از این شرایط ذکر شده و پیش رو را در جهت بهبود عزت نفس، رابطه و زندگی خود درک کنید. آینده تان در دست خودتان است. اما برای بهتر شدن آن باید عمل کرده بهتری داشته باشید. امیدوارم حرفهایم در زندگیتان مؤثر باشد و بتوانید اعتماد به نفس از دست رفته خیش را دوباره به دست آورید. دیگر اشکی نریزید. دیگر شبها بیقرار نباشید. نفس راحتی بکشید و مشکلاتتان را رها کنید. ارزش‌های فردی شما. ارزش این را دارم که نسبت به من متحد باشی. به هیچ کس اجازه نمی دهم سبب شود احساس کنم از دیگران کم ارزشترم. دیگر اجازه نخواهم داد کسی باعث شود چشمهایم پر از اشک شود. دیگر وقت ارزشمندم را برای کسی که حتی حاضر نیست ببیند چه زنی در مقابل او ایستاده است بیهوده تلف نمی کنم. این وظیفه من نیست که طرز فکر فرد دیگری را درست کنم. بنابراین اگر احساس کنم لیاقت بهترین ها را دارم، بهتر عمل خواهم کرد. من عادت کردم از آن دست زنهایی باشم که ارزش خود را پایین می آورد. چون این خودم بودم که می خواستم مردی مرا بخواهد و دوستم داشته باشد. اعتقادم این بود که راهکار مناسب این است که خودم را دست کم بگیرم و این گونه مردها بیشتر قدردان من خواهند بود. اما مردها به من بی‌توجهی می‌کردند، خیانت می‌کردند و تک تک قلبم را می‌شکستند و من تحمل می‌کردم. آنها اینقدر این کار را ادامه می‌دادند که دیگر چیزی برای از دست دادن نداشتم تا سرانجام روزی رسید که دیگر نمی‌خواستم چنین احساسی داشته باشم. عزت نفس و ارزش‌هایم از آن زمان خدشه‌دار شدند. بهانه می‌آوردم و حتی رابطه‌ام را با مردانی که می‌دانستم نباید زیاد به آنها نزدیک شوم توجیه می‌کردم.
به آنها اجازه می دادم عزت نفسم را خدشه دار کنند، طوری که انگار برایم اهمیتی نداشت و هر زمان که به آنها اجازه چنین کاری را می دادم، فقط بیشتر و بیشتر احساس می کردم که بیش از این لیاقت ندارم. تقریبا 2 دهه طول کشید تا دریابم که عشق چه حسی دارد. می خواستم معنای عشق واقعی را درک کنم و مثل خیلی از زنهای دیگر بدانم که باید چه کاری انجام دهم تا یک مرد مرا به خاطر خودم بخواهد. از یک رابطه اشتباه وارد رابطه اشتباه دیگری می شدم فقط برای اینکه درک درستی از آن نداشتم. فکر می کردم باید مردی را پیدا کنم که بتوانم با او به ارزش راستینم دست بیابم. اگر فردی مرا نخواهد، حتما دیگری می خواهد. یا دست کم می اندیشیدم که عشق این گونه است. یک اشتباهم را بارها و بارها تکرار کردم، چون مشکل اصلی کسانی نبودند که با آنها آشنا می شدم. مشکل اصلی خودم بودم. بدون شک مهمترین رابطه ای که دوباره باید می ساختمش ارتباط با خودم بود. اگر دیگران ارزش مرا نمی دانستند، اساساً به این خاطر بود که خودم هم توجه زیادی به خودم نداشتم. اشتباه نکنید، من خیلی به خودم اهمیت می دادم و ناز پرورده بودم. ولی در درونم دختری تنها پنهان شده بود که نیازش تنها در این خلاصه می شد که مردی شایسته او را دوست بدارد. از اعماق وجودم نیاز داشتم تا ارزش واقعیم را بیابم و به عشق دیگران برای کامل کردن خودم متکی نباشم. اشتباه پشت اشتباه. عاقبت فهمیدم من تنها کسی نیستم که چنین حسی دارد. می دیدم که دوستان صمیمی‌ام نیز دقیقاً همان اشتباه مرا تکرار می کنند و سعی در پنهان کردنش دارند. اما این را هم می دانستم که همه آنها همچون من دارای شرایط یکسانی هستند. واقعاً خیلی جالب بود وقتی می دیدم آنها مرا راهنمایی و نصیحت می کنند که باید این کار را انجام بدهم یا آن کار را انجام ندهم، ولی خودشان به حرفهایشان عمل نمی کردند. با خودم می گفتم من باید به نصیحت‌هایشان گوش کنم در حالی که خودشان به آن عمل نمی کنند؟ حتماً دوستان عزیزم، من قطعاً به نصیحت‌هایتان گوش خواهم داد. آنها دوستانی بودند که شرایط مشابهی داشتند، متأهل بودند، رابطه های طولانی مدت داشتند و با کارهایشان به همسرانشان اجازه می دادند که خیانت و ضرب و شتمشان را تکرار کنند و طوری وانمود می کردند که انگار همه چیز خیلی هم خوب است. نه، من هرگز از نصیحت هایشان استفاده نمی کنم، چون تا جایی که می دانم مشکلاتم به اندازه کافی بزرگ هستند و راهکارهای آنها باعث بدتر شدن مشکلاتم می شوند. نمی توانم به خودم اجازه دهم که از نصیحت های افرادی استفاده کنم که عمل کرده بهتری نسبت به من ندارند. در طول این سالها همه نوع زنی دیدم. حتی زنی مانند خودم که ارزشش را برای راضی نگه داشتن مردی پایین می آورد. آن هم مردی که در مقابل همین کار را برای آنها انجام نمی داد و اصلاً رفتاری متقابل نشان نمی داد. نوعی از زنها هستند که ترجیح می دهند خواهان مرد ناشایستی باشند که مثل یک احمق با آنها رفتار می کند، در حالی که این مرد حتی لایق هم نشینی با آن زنها نیست. یا نوع دیگری از زنان هستند که جذب مردانی می شوند که اصلاً وجود خارجی ندارند. دسته ای از زنها هم هستند که رفتارهای ناپسند همسرشان همچون دروغگویی، سوء استفاده و رفتارهای اینچنین را به امید ایجاد تغییری در آنها تحمل می کنند. این بدن شماست. به آن احترام بگذارید. صرف بهره برداری از تنتان باعث نمی شود که مردها شما را بیشتر بخواهند و یا اینکه بخواهند آینده‌ای با شما بسازند. برعکس، شاید آنها فقط خواهان رابطه‌ای موقت باشند و بعد از آن ترکتان کنند. این دلیلی است که به ما نشان می‌دهد چرا اکثر زنها تنها می‌مانند
یا فکر می کنند که هیچ مرد شایسته‌ای در دنیا وجود ندارد، ولی با این حال باز هم متوجه نیستند که خودشان باعث شدند تا در این شرایط قرار بگیرند. این خودشان هستند که اجازه می دهند با آنان همانند تکه‌ای گوشت رفتار شود. زمانی که خودتان کم ارزش بودن را می پذیرید و اجازه می دهید با شما طوری رفتار شود که انگار هیچ ارزشی ندارید، هر روز و هر زمان کم ارزشتر و کم ارزشتر خواهید شد. مثال‌های بیشتر و روشن‌تری از زن‌های مختلف هست که می‌توانستم برایتان بیان کنم، اما فکر می‌کنم تا اینجا دیگر متوجه موضوع شده باشید. آیا فکر می‌کنید شامل این دسته از زن‌ها هستید؟ اگر چنین است، شما تنها نیستید، عزیزانم. در دنیا هزاران زن مانند شما وجود دارند. برای من بسیار دردناک است که بخواهم این را به زبان بیاورم، ولی شما به اندازه کافی قدر خود را نمی دانید. شما فراموش کرده اید که عشق به خود یعنی چه؟ اشکالی ندارد. من هم این امر را تجربه کردم و می دانم باید چه کاری انجام دهید. راهکارهای مختلفی هست که می توانید با استفاده از آنها عادت ماندن در رابطه ای که مردها ارزشی برایتان قائل نیستند را تغییر دهید. وقتی به فردی اجازه می دهید با شما آمرانه رفتار کند، با این کار به او می گویید هر طور می خواهد می تواند با قلب شما رفتار کند و شما نیز آن رفتارها را می پذیرید. به خودتان اجازه می دهید برای ماها و شاید هم سالها با مردی بمانید که هرگز قرار نیست به شما احترام بگذارد، چون می داند هر طور که رفتار کند شما پذیرای او هستید. مهم هم نیست چه چیزی بگوید و یا چگونه رفتار کند. مشکل دقیقاً همین جاست، چون ما به مردها اجازه می دهیم تا مطابق تصوری که از خودمان داریم با ما رفتار کند. به آنها اجازه می دهیم هر طور که می خواهند با ما رفتار کنند. به جای اینکه بفهمیم ما خودمان مشکل اصلی هستیم، می خواهیم آنها ما را بپذیرند و در کنارمان شاد باشند. هرچه بیشتر خواهان چیزهای پوچ و بی ارزش باشید، بیشتر آنها را به دست می آورید و این یک واقعیت صادقانه است. همه ما از تنها ماندن می ترسیم. حتی فکر تنها ماندن برای برخی از ما میتواند ترسناک باشد. اگر بگذاریم این ترس بر ما غلبه کند، باعث میشود در یک رابطه مسموم بمانیم، زیرا مطمئن نیستیم در صورت تنها ماندن چه احساسی به ما دست خواهد داد. آنقدرها هم که فکر میکنید تنها ماندن بد نیست. اینکه بدانید قادر هستید وقت ارزشمندتان را به خودتان اختصاص دهید ارزشمند است. در عوض یاد می گیرید به هیچ کس وابسته نشوید و مواظب احساسات و سلامت تن و روان خود باشید. زمانی که می پذیرید فردی منحصر به فرد و بی‌عیب برای خودتان هستید، یاد می گیرید که خود را آنطور که هستید بپذیرید، نه آنطور که دیگران از شما می خواهند باشید. عبرت گرفتن از اشتباهات گذشته و دوست داشتن عیب و نقص‌هایتان زیباست. هیچ وقت به خاطر اینکه خودتان هستید عذرخواهی نکنید. شما سزاوارید که بیشترین احترام را دریافت کنید. هرچقدر که با شما بدرفتاری شده است دیگر کافی است. یا به کائنات بفهمانید که سزاوار بهترین ها هستید و یا اینکه همیشه از کائنات شر و بدی دریافت کنید. به کائنات بگویید شما سزاوار فردی هستید که به شما متعهد باشد. لایق این هستید با فردی باشید که شما را در ژرفای عشق غرق کند. اگر باور داشته باشید که لایق هیچ کدام از اینها نیستید، در چرخه ای از شرارت گرفتار می شوید. این چرخه تا زمانی که شما نخواهید خود را تغییر دهید، در حال تکرار شدن است. این کار را برای خودتان انجام دهید، نه برای اینکه بخواهید کسی را راضی نگه دارید و انتظار داشته باشید که شما را بیشتر بخواهد و دوست داشته باشد. منظورم این است، آیا فکر نمی کنید سزاوارتر از چیزهایی هستید که به دست می آورید و به دنبالشان می روید؟
این گونه فکر کنید که اگر او واقعاً به شما اهمیت می‌داد و شما را دوست می‌داشت، باعث رشد و پیشرفتتان می‌شد. اگر فقط ایستاده و نابود شدنتان را می‌بیند، چرا امیدوار هستید که سرانجام قرار است نجاتتان دهد؟ خودتان مسئول این هستید که می‌خواهید در زندگی چه فردی باشید و در زندگی خواهان چه چیزی هستید. هرگز این نکته را فراموش نکنید. درک کردن مردها. برای شناخت صحیح یک مرد باید به حرفای او گوش دهید و وقت بگذارید، چرا که این گونه قلب او را تسخیر خواهید کرد. مردان و زنان مانند یکدیگر عمل کرده یکسانی ندارند. زنها بسیار پیچیده تر هستند. به عبارت دیگر، وقتی مردی ما را دوست دارد، می خواهد به ما خدمت کرده و حمایتمان کند. اگر قدرت این را داشته باشید که مردان را تسخیر کنید و بتوانید به آنها گوش بدهید و درکشان کنید و قدردانشان باشید، در به دست آوردن قلبشان پیروز خواهید شد. مشکلی که گاهی اوقات ما به عنوان یک زن با آن مواجه می شویم، این است که به اندازه کافی با دقت گوش نمی کنیم که یک مرد سعی می کند چه چیزی به ما بگوید. فرصت نمی دهیم تا بفهمیم چه چیزی قرار است از دهان او خارج شود. فقط حرفهایی را که می خواهیم می شنویم و این خودش به تنهایی باعث می شود سوء تفاهم های زیادی به وجود بیاید. باید بدانید که مردها آن چیزی را که می خواهند مخفی نمی کنند و اگر شما را بخواهند این را به شما نشان می دهند و اگر نخواهند خودتان از رفتارشان متوجه خواهید شد. کار خیلی سختی نیست، ولی ما گاهی اوقات شرایط را با فکر کردن بیش از حد به مسائل خیلی جزئی پیچیده می کنیم. در حالی که حقیقت کاملاً واضح و مشخص در مقابل چشمانمان است. قانون شماره یک این است که هیچ وقت سعی نکنید او را در تنگنا قرار دهید. با این کار شکستن قلب خودتان را امضا می کنید. به من اعتماد کنید. من خودم با این مشکل چندین بار مواجه شدم و یاد گرفتم که مجبور کردن کسی برای اینکه شما را دوست بدارد کار بسیار سختی است. مردی که بخواهد با شما ازدواج کند، در همان چند ماه اول آشنایی این موضوع را بیدرنگ به شما نشان خواهد داد. هرچه بیشتر سعی کنید او را در رابطه‌ای که آمادگی آن را ندارد تحت فشار قرار دهید، احتمال بیشتری وجود دارد که او برعکس آن عمل کند. اگر آمادگی وارد شدن به رابطه ای را نداشته باشد، هر حرفی که بزنید و هر کاری که انجام دهید، تصمیم او را عوض نخواهد کرد. آیا مطالبی را که می شنوید درست متوجه می شوید؟ خانوم ها، این نکته را در سر خود فرو کنید. اگر آنطور که انتظار دارید، علاقه چندانی به شما نشان نمی دهد، بدانید عاشق شما نیست. شاید با خودتان فکر کنید چقدر جسورانه و بیرحمانه این کتاب را نوشتم، اما فقط نخواستم که حقیقت را مخفی کنم. ما همیشه خواستار این بودیم که مردان درکمان کنند، ولی هرگز هیچ تلاشی نکردیم که بفهمیم آنها از ما چه می‌خواهند. برای اینکه به ما احترام بگذارند بر سر آنها فریاد زدیم، اما هیچگاه به آنها احترام نگذاشتیم. بسیاری از مردان این را به زبان نمی آورند که خواسته هایی شبیه به زنان دارند. به عنوان مثال، وقتی مسئولیت همه کارها و کنترل همه امور را بدون اینکه به او اجازه کمک کردن بدهید بر عهده می گیرید، باعث می شوید او احساس بی‌ارزش بودن کند. اجازه دهید گاهی مردتان امور را کنترل کند. او دیگر به مادر نیاز ندارد، فقط یک همسر می خواهد.
یک مرد دلش می‌خواهد همانطور که به شما اهمیت می‌دهد، شما نیز همان گونه به او اهمیت دهید. منظورم این نیست که برایش کفش جردن 300 دلاری بگیرید، فقط برای اینکه احساس کند با پوشیدنشان خوب به نظر می‌رسد. می‌خواهم بگویم مشکلی به وجود نمی‌آید اگر به مردتان بها بدهید. ما در سال 2016 هستیم و مشکلی پیش نمی آید اگر برای او اهمیت قائل شویم. به همان نسبت او هم در مقابل این کار را انجام می دهد. از موفقیت های یک مرد تعریف و تمجید کنید و با انگیزه دادن به او باعث شوید به بهتری مردی که می تواند باشد تبدیل شود. به او نشان دهید که ارزشمند است. به عبارت دیگر از عزت نفس او غافل نشوید. به آنچه میگوید با دقت گوش کنید. مراقب باشید به محض اینکه کلام از دهانش خارج نشده است، حرفش را قطع نکنید. در نهایت متوجه میشوید که مردان چگونه اند. کار دشواری نیست اگر واقعا زمان بگذارید و به حرفایش گوش دهید. قضاوت و اظهار نظر بیهوده نکنید. فقط گوش کنید. تغییر دادن مردها. اگر مردتان مطابق میل شما نیست، چرا اصرار دارید تغییرش دهید؟ یا همان گونه که هست بپذیریدش یا بگذارید برود؟ می خواهید مردی را مجبور کنید تا شما را دوست داشته باشد؟ سعی دارید او را تغییر دهید؟ چه بخواهید چه نخواهید او خودش است. سعی نکنید او را به کسی که نمی خواهد باشد تبدیل کنید. نمی خواهم بگویم زندگیتان را همانند یک احمق برای تغییر دادن عادتهای نامناسب مردی تلف می کنید. بلکه می‌خواهم بگویم تلاش کردن برای تغییر مردی که خودش نمی‌خواهد تغییر کند ممکن است در بلند مدت باعث رنجیده شدن خودتان شود. درک می‌کنم که می‌خواهید مرد بهتری شود و یا اینکه از او می‌خواهید رفتارهای بچگانه‌اش را کنار بگذارد. اما بعضی از مردها دوست ندارند تغییر کنند و عده‌ای هرگز به این تغییر تمایل پیدا نخواهند کرد. بعضی از مردها چیزی که هستند را دوست دارند و با آن مشکلی ندارند. به یاد دارم نامزدی داشتم که سعی می کردم او را تغییر دهم. از او می خواستم این گونه رفتار کند یا آن گونه رفتار نکند. می خواستم کلاسیک لباس بپوشد چرا که جیب‌های شلوول شلوارش را اصلا دوست نداشتم. می گذاشت ریش‌هایش بلند شود و من این گونه ریش گذاشتن را نمی پسندیدم. رسیدگی او به سر و وضعش مطابق میل و سلیقه من نبود. اصلاً مهم نبود چقدر سعی کردم او را تغییر بدهم چون اصلاً به حرفهایم گوش نمی کرد. گاهی اوقات به خاطر ظاهرش تا حد توهین پیش می رفتم چون فکر می کردم سرانجام روزی از این رفتار من خسته خواهد شد و در نهایت طوری که من دوست دارم لباس خواهد پوشید. فکر می کردم اگر شیوه لباس پوشیدن او را مسخره کنم در نهایت شلوار مناسب تری می پوشد. شاید اگر کمی غر می زدم متوجه می شد و بیشتر اصلاح می کرد. شاید اگر کمی بیشتر بحث می کردم آن کفش های ورزشیش را هر زمانی نمی پوشید. اشتباه هم دقیقا همین جا بود. اینکه سعی می کردم مردی را که انگار پروژه کاری من بود تغییر دهم. به جای اینکه خیلی راحت او را به عنوان مرد زندگیم قبول کنم، سعی می کردم او را وادار به کارهایی کنم که تمایلی به انجام دادنشان نداشت و با این کار فقط بارها و بارها ناراحتش کردم. مسئولیت پذیر بودن در ذات زن هاست و ما گاهی اوقات فکر می کنیم با روش خودمان عملکرد درستی داریم
اما حقیقت این است که وقتی ارزش مردی را پایین می آوریم فقط به خاطر اینکه مطابق میل ما عمل نکرده است، عزت نفس او را زیر سوال می بریم. با مردان نباید این گونه رفتار شود، مخصوصا زمانی که ما خودمان نمی پذیریم کسی با ما چنین رفتاری داشته باشد. با توجه به تجربه‌ای که داشتم، وقتی شما در نهایت مردی را مجبور می کنید به فردی تبدیل شود که خودش نیست، روزی او دقیقاً همین کار را با خود شما انجام خواهد داد. مانند زمانی که نامزد قبلیم این کار را با من انجام داد. انگار همین دیروز بود که به من گفت از من می خواهی این کار را انجام دهم و به آن مکان بروم، در حالی که این چیزی نیست که من می خواهم باشم و این کاری نیست که می خواهم انجام دهم. من تمام سعیم را می کنم که خوشحالت کنم، اما انگار بیشتر ناراحتت می کنم. فکر می کردم دارم کار درستی انجام می دهم. فکر می کردم به رشد و پیشرفت او کمک می کنم. ولی در واقع تنها کاری که داشتم می کردم خراب کردن رابطه ام بود و سرانجام رابطه ام خدشه‌دار شد و به اتمام رسید. این اثبات می کند که اگر سعی کنید حتی جزئی ترین عادتهای مردان را تغییر دهید، این امر فقط کار را خرابتر می کند. او می خواهد که شما درکش کنید و به خاطر آن کسی که هست به او افتخار کنید و توهین کردن به او فقط شما را نزد او کم ارزش می کند. حتی ممکن است تمام علاقه اش را نسبت به شما از دست بدهد. نیازی نیست از او انتقاد کنید یا برای اینکه به او چیزی را بفهمانید کاری کنید که احساس حماقت کند. احترام نگذاشتن به او فقط باعث بدتر شدن شرایط خواهد شد. اگر رفتاری هست که می خواهید آن را تغییر دهد، سعی کنید آن را مؤدبانه تر بیان کنید. این گونه او احساس مطلوبی نسبت به خودش پیدا می کند و شما هم به چیزی که می خواهید می رسید. نظرتان چیست اگر این گونه از او تعریف کنیم و بگوییم که چقدر این کفش به لباسش می آید؟ یا حتی اینکه از مدل موی امروزش تعریف کنیم؟ کوچکترین حرکت شما موقع حرف زدن می تواند تغییر چشمگیری در رفتار او به وجود بیاورد. او نیازی ندارد که به او دروغ بگویید. اگر خوب به نظر نمی رسد، اصلا نظر ندهید. مگر اینکه خودش نظر شما را در مورد تیپ امروزش بپرسد. نکته اینجاست که هرچه بیشتر بتوانید به طریقی از ظاهر و رفتارش تعریف و تمجید کنید، نگرش او نسبت به شما بیشتر تغییر می کند. اینکه چگونه مطلبی را بیان کنید و از آنها تقاضا نکنید، نکته بسیار مهمی است و تفاوت بسیاری وجود دارد که شما برای بیان احساساتتان از لحن پرخاشگرانه استفاده می کنید یا لحن آرام. اگر کمی مهربانتر باشید، باعث می شود که وقتی به حرفهایتان گوش می دهد، احساس راحتی بیشتری کند. به یاد داشته باشید، طوری که شما چیزی را به او متذکر می شوید، می تواند به نوعی مرد را برانگیزد که آن تغییرات را در خودش به وجود بیاورد. امتحان کنید، خواهید دید که از او مرد شایسته‌ای خواهید ساخت. منظورم این است که در هر رابطه‌ای، هدف نباید این باشد که سعی کنید شریک زندگیتان را تغییر دهید. هدف از ارتباط باید پیشرفت کردن در کنار یکدیگر و ساختن رابطه‌ای محکم باشد. به عنوان مثال، وقتی سعی می‌کنید او را تغییر دهید، چون فکر می‌کنید دارید کار درستی انجام می‌دهید، فقط ممکن است با این کار او را برای همیشه از خود دور کنید. ممکن است این کارتان باعث شود که به او بیشتر از قبل استرس وارد کنید و نقطه باخت همین جاست که ممکن است تصمیم بگیرد برای همیشه شما را ترک کند. اگر نمی خواهید شما را تغییر دهد، پس چرا مجبورش می کنید به خاطر شما تغییر کند؟ مردی که بخواهد بهتر عمل کند و تمایل داشته باشد که رابطه پروبال بگیرد، تمام کارهای لازم را در یک فرصت مناسب انجام خواهد داد. هیچ وقت نمی توانید او را مجبور به کاری کنید که خودش نمی خواهد آن را انجام دهد. زمانی که مدام روی شکست ها و عیب و نقص هایش مانور می دهید، مشکل خودتان را سخت تر و پیچیده تر می کنید. شاید عجیب به نظر برسد، اما با تغییر دادن مردتان
در او عقده روحی ایجاد می کنید و در نهایت متوجه خواهید شد مشکل از او نیست. مشکل از خود شماست. پس مواظب باشید.